سابسکرایب کنید. بریم به این ویدیو. قشنگ روتینم تقریبا بهتون نشون میدم و برگشتم به روتینم. و اینکه چرا انقدر داشتن یه روتین توی زندگی اهمیت داره. و اینا خیلیش حرفای خودم نیست، حرفایی که توی پادکست رو شنیدم، حرفایی که توی کتابای صوتی شنیدم و اینا. و برام ساعت 7 صبح از خواب بیدار شدم و همه کاری که تو ویدیو دیدید من انجام دادم. پس یه روتین صبح من همیشه همینه و تازه مثلا یکم فقط کم و زیاد میشه یکی از کارا. حالا این روتین رو من از کجا آوردم؟ من شب قبل از اینکه برای اولین بار روتین زندگیمو بسازم انجام میدم. حتی یه کاری که من هر شب قبل از خواب این کارا رو من انجام میدم. من دیشب به خودم گفتم من ساعت 7 از خواب بیدار میشم فردا صبح تا ساعت 7:30 تا لود بشم و مثلا لباسامو برم اتو بزنم، ببینم اون لباسی که میخوام همون جوری در میاد یا نه، تختم مرتب کنم، یکم اتاقم مرتب کنم و اینا. میشه ساعت 7:30 7:40. بعد گفتم که آرایش کردنم و مو درست کردنم و اینا یه 20 درم طول بکشه تا 8. بعد 8 میرم واسه خودم صبحونه درست کنم، میرم صبحونه درست میکنم چه یه 8:20 اینا. بعدش میام تو اتاقم ویدیو میگیرم تا 8:40 تا 8:40 که میخوام برم کالج. این همه فکری بود که من دیشب قبل خواب میکردم. من همیشه از شب قبلش به چیزی که میخوام بپوشم فکر میکنم، که چون من لباس خیلی دارم. بعد حالا این به شخصه برای من اینجوریه، ممکنه برای شما اصلا اینجوری نباشه. برای من لباس پوشیدن خیلی مهمه که استایل بزنم و برم بیرون، چون اصلا من این استایل نداشته باشم انگار روزم ساخته نشده. گفتم خب اوکی، من میخوام این دامن و این لباس رو بپوشم با این کت. بعد جبه این که از شب قبلش فکر کنی یه آرامش ذهنی بهت میده که میخوام همون سر صبح تمام اون مموری و خستگی ذهنم رو پر کنم با اینکه چی بپوشم، چی برای صبحونه بخورم. حتی من صبحونم هم از شب قبل فکر میکنم که چی بخورم. وقتی از شب قبلش برنامه ریزی میکنم و وقتی که من یک روتین دارم که هر روز همین کار رو میکنم، باعث میشه که ذهن من آرومتر باشه و بتونه به این فکر کنه که به هدفهای واقعی که من توی زندگیم دارم فکر کنه. مثل درس خوندنم، مثل ویدیو درست کردنم، ایده‌های جدید میاد صبح تو ذهنم و ذهنم آرومتره. درس رو وقتی میرم تو کالج بهتر میفهمم، با اینکه مثلا 2 ساعت زودتر از قبل از کالج بیدار میشم، ولی ذهنم اصلا درگیر نیست، چون از شب قبلش میدونستم صبح فرداش میخوام چیکار کنم. آدم های بالغ اینجوریه که اگه تو یه روتین زندگی داشته باشی باعث میشه که تو بتونی رو هدفت متمرکز شی. و چرا همچین چیزی هست؟ بخاطر اینکه ما مثلا بچه تر که بودی وقتی میدونستی هر روز صبح میخوای بری مدرسه و فلان ساعت سرویس میاد دنبالت و یه تو حالت روتین داشتی، بعد مثلا میرفتی کلاس ورزشی، نقاشی، چیزی، مغزت احساس امنیت داشت. به عنوان یه بچه موقع مغزت احساس امنیت داشت به خاطر اینکه تو با چیزایی داشتی دست و پنجه نرم می‌کردی که برات جدید نبودن، برات آشنا بودن.
این حالا روتین صبح من بود. الان من میرم کالج، بقیه روزا هم بهتون نشون میدم به صورت خیلی نرمال که مثل همیشه توی ولاگام نشونتون میدم. این کیف کالج همه بذارین جمعش کنم با هم بذارین بریم کالج. دو زنگ اولمو خالیم. بعد این که دارم یه روز کاملا براتون میگیرم اینه که شاید ببینید که مثلا به ساختن روتین زندگی شما کمک کنه، حتی شده یه ذره. اومدیم بیرون به خاطر اینکه دینا میخواست برای کار عکاسیش عکس بگیره، بعد این چیزه رو، این آینه رو برده گذاشته تو گلاغ. بعد باید مثلا مردم که رد میشن برای کار فوتوگرافیش کار فریمینگ انجام بده و مردم که ردشون عکس بگیره ازشون. زی را مشاهده میکنه که خیلی سخت در حال پیدا کردن فوکسه. مغازه مورد علاقه من. چه بالا این بالا یار یکم باحاله. آره آب نباته. چی گنگه. اینو کنواس رو بگیرم. اینم رنگایی که همه رنگی داره دیگه. موندم اینا رو هم بگیرم یا نه. این پاستلیا رو نگاهش خوشگله. شم دار نداره؟ اینو شمای فیکه. شم فیکه. من الان دارم میرم برم آرت گالری منچستر به خاطر اینکه من تو راه میخواستم برم یه جایی دیدیم که واسه خودم رفتم بوم نقاشی خریدم، رنگ اکریلیک و اینا خریدم چون رنگ اکریلیک من تموم شده بود. بعد وسط راه من رو دیدم و برگشت به هم گفت که من که الان کلاس هنر خیلی کم دارم، فقط دوتا جلسه برام گذاشتن که مثلا آرت کار کنم، کلاس آرت اصلی ندارم چون میخوام دندون پزشکی بخونم. کالج براشون کلی اصرار کردم که فقط برام آرت بذارن، کلا یک جلسه در هفته برای من آرت بذاشتن. حالا چرا اینا با من همچین چیزی رو موافقت کردن؟ به خاطر اینکه من پارسال، نه پیار سال، سال اولی که منچستر بودم کلاس آرت داشتم و اونجا یه نقاشی رو انجام که دو ماه سر دمون گذاشتم. ولی این نقاشیه خود کالج پارسال بردش توی مسابقات نقاشی بریتانیا و توی کل اون مسابقات تو منطقه انگلیس که اول شد، توی کل بریتانیا یعنی اسکاتلند و ایرلند و انگلیس هم اول شد نقاشی من. برای همین کالج اینجوری بود که تو حتما باید آرت برداری. و الان معلم هنره رو دیدم، فکر نمی کردم که ازم توقع داشته باشه که برای مسابقات چیزی بکشم، ولی مثل که برای من آرت گذاشتن که من برای مسابقه کالج کاری کنم، یعنی برای مسابقه یه کاری کنم. اصلا توقع همچین چیزی رو نداشتم و خیلی برام چیز بود که دفعه معلم برگشت گفت خب برای مسابقه انسان میکنی چی کار کنی و من اینجور بودم که مگه من باید کاری کنم. برای همین الان دارم میرم آرت گالری منچستر که یه کوچولو مثلا ایده بگیرم که چی کار باید بکنم. بادم خیلی قشنگ و می چشمه مزد کنار میرم که ایده بگیرم. بعد که برای امسال که اومدم نرفتم آرت گالری خیلی وقت داره فیلم هم نشونتون بدم. Thank you.
برنج و سالاد و ایناست. And that's it. بعدش یه دونه زنگ فکرم زیست دارم. بعد یه چیز داریم مثل enrichment که مالا هر کسی یه چیزه که به عنوان تفریحی طوره ولی کلاس های مختلف داره دیگه. مثلا من board game برداشتم. آقا برگشتم و دارم یه چیزی میخونم به اسم یوکت. برای یه امتحانی به اسم یوکت میخونم که دارم نمونه سوالاشو حل میکنم و اصلا کلا آشنا میشم باهاش که یوکت دقیقاً چیه. بخوام این چیزی بهتون بگم که تا اینجایی که فهمیدم که یوکت چیه، یوکت در واقع یه دونه امتحانه که شما تو انگلیس نیاز دارید که این امتحانه رو بدید برای کسایی که کلا میخوام پزشکی و دندون پزشکی و این چیزا برن. باید یه امتحان یوکت رو بدن که در واقع 5 تا قسمت داره، حالت مثلا تصمیم گیری و استعداد تحلیلی و هوش و فهمیدن کلمات و فهمیدن که توی هر موقعیتی باید چی کار کنی. اینا میشه یه حالت یه آزمون هوشیه ولی خب نمونه سوالاش 5 تا نوع مختلف داره و برای کسایی که میخوان پزشکی و دندون پزشکی بخونن فکر کنم با بالای 2500-2700 یه چیز اینجوری باید بگیرن که یه چیز خیلی خاصیه. و فعلا دارم تو خود سایت یوکت نمونه سوالی که داره رو حل میکنم که الان تو قسمت بخش استعداد تحلیلی شم. شب خوابگاه در واقع ماکارونی بود که اینه، ولی میخوام بدمش به یکی از بچه‌ها بخورتش چون که من دارم این مدت رژیم غذایی انجام میدم، رژیم غذایی کاهش وزن گرفتم واسه همین نمیتونم اینو بخورم. و توی ولی میوه داشت که توت فرنگی و بلوبری و انگور بود که اگه بخوام اوتمیل بخورم اینا رو میتونم بریزمش بخورم. و یه ظرفم رفتم سالاد برداشتم. حالا احتمالا این سالاده رو میذارم، یعنی روش چیز میکشم، احتمالا شب برای شامم اوتمیل بخورم که این میوه ها رو باهاش بخورم و وقتی که میخوام شب برای نهار فردا غذا درست کنم کنارش میتونم این سالاده رو بذارم. این ماکارونی ها رو میدم با یکی از بچه های دیگه بخورم. اینو قشنگ خوب بسته بندیش کنم که خراب نشه. باشگاه با این دستگاه امتحان کردم که وزنم، قدم و بادی فتم و بی ام آی همه اینا رو به هم داد و وزنم 65 کیلوه، قدم 174 و نیمه، بعد بی ام آی هم 21 و بادی فتم 18%. بعد تعداد آیدیال بادی فتم باید 20% باشه، یعنی بادی فتم روز چربی بدارم کم از حالت عادیه و پشمون بخته از این نظر و گفت که بادی فت مس هم 12 کیلوه که باید 13 کیلو باشه، یعنی فت بدنم کمه. اول بارم چیزی رو میشتم چون قبلا که میگرفتم مثلا بادی فت هم 22 بود 25 بود، آخر ماری گرفتم اونجا 25. سلام سلام خوبی؟ مرسی که تا اینجای ویدیو نگاه کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت لیست در رو بنویسید که حسابتون نپره. اینم بود از یه دونه روتینای روزای معمولیم، ولی خب خیلی وقتا بالا پایین داره و ممکنه فرق کنه. همین دیگه، فعلا خداحافظ.